چرا پیغمبر نامد دیگر؟ چرا خداوند اولین انسان روی زمین پیغمبر آفرید؟ آیا انسان نیاز به پیغمبر داره یا جنیات هم نیاز به پیغمبر داره؟ تمام رزیلار امروز انشاءالله روی زمین بحث میکنیم. اول میرسیم خود به کلمه نیاز. نیاز ضرورت میگن. تا مثال ما و شما به اصطلاح امروزی باید بگیم که از خانه که میبرید کسی که میگرد که کجا میری میگه فلان چیز نیاز دارم. باید تو بخاطر نیاز خود برو. رسالت. رسالت طبق کتاب هایتان که گرفته است رسالت پیغمبری. رسالت پیغمبری و خود پیغمبر معنی خود پیغمبر یا پیامبر عربی از اینو یکی از پیامبر پیام میبره سفیر الله تعالی سفیر الله تعالی در زمین پیام الله رو میبره به انسانیت به امت خود هر آنچه که خداوند میگه نه یک کلمه زیاد، نه یک کلمه کم شما میبینید این پیام های تلفنی به شما میره فقط هر آنچه که نشته کنید ببرش ارسال میکنه از اون بالاست نشته میکنه از دل خود اونا هم پایین رو میکنه هر آن چیزی که ما تو بگیم همونطور برش تایپ کنیم اون رو میبره پیامبر هم عین چیز است هر آن چیزی که خداوند برش میگه همون رو برای امت خود میگه نه یک کلمه بالاست میگه نه یک کلمه پایین و از این خاطر اینا رو میگن پیامبر پیامبر خبر رسان در مجموع ما گفته میتونیم که هر انسان به شخص نیاز داره که خود را از باب عقیده از باب عقل هزار نگاه شخصی باید داشته باشه که رو اصلاح بکنه و خداوند هم در مکررن در قرآن کریم نیاز به رسالت پیغمبران را ذکر میکنه و طبق نیاز طبق امو باورمندی از اون قوم خداوند برای پیغمبر خود معجزه میده شما میبینید امت عیسی علیه السلام بسیار در طب و در تکنولوژی و در اینا بسیار پیش شدن به اندازه ای که این دو طبیبا داشتن که هر نوع مرضی که در جهان میبرامد اونو دوا میکردنش خداوند عیسی علیه السلام فرستاد و اینا حتی در این باد خود قدر پیشرفت کردن بودن که کسی که این کار را میکرد اون را خدای صحت میگفتن خدای صحت میگفتن خداوند به خاطر از اینکه امی عقیده غلط که یک انسان شفا دهنده نیست یک انسان خودش نمیدانه که یک انسان دیگر شفا بده این از توان مخلوق نیست شخصی نمی فرسته به نام عیسی بر از این معجزه میده که این پرنده را
از گل پرنده جو میگه به این روح میدنی، یعنی یک پرنده واقعی میشه و یا هم مرده را زنده میکن. خداوند گفت اگر شما این قدر که در تبابت پیش هستید دیگری مرده را زنده کنید. از اون گذشته از اون قبل موسی علیه السلام، امت از موسی علیه السلام بسیار در علم جادوگری و در اینا بسیار پیشرفته شده بودن که قرار ساحر در بین از اینا رول مهم داشت که حتی درباریان از این ساحران داشتن، یعنی پادشاه ها مانند فرعون. خداوند برای موسی علیه السلام یک معجزه میده به نام شما در قرآن کریم مکرر اینا میخونه معجزه موسی علیه السلام، معجزه عصایش معروف ترین معجزه است. خداوند برش میگه که تمام جادوگران معجزه خود استفاده میکنن، اما دستجوبه خود که مندازن اینا هر کدام از اینا یک اجدار میشن. موسی علیه السلام که میبرده چنان یک معجزه میباشه که امین ماری که از عصای موسی علیه السلام جور شد تمام از اینا رو قرد میکنن، یعنی از اون کنه بالاتر و اینا سبب ایمان آوردن جادوگران شد. اونها گفتن که ما ایمان آوردیم به خداوند، به پروردگار عالمیان، رب موسی و هارون، پروردگار موسی و هارون که چی ذاتی است که ما از ما که جادوگر قوی نبود اما معجزه از اون چنان قوی و خطرناک بود که تمام من یعنی جادوهای ما را خونسا کرد. اینجا نیاز بود خداوند برشان یک پیغمبر بفرستد، نیاز بود که خداوند به خاطر اصلاح قوم فرعون و خود فرعون پیغمبری بفرستن. شما میتونه که در کتابای تاریخ مطالعه بکنه که در کتابای تاریخی تو ذکر شده که اینا به دو قوم تقسیم شده بودن، قوم موسی علیه السلام قبطی و نبطی. قبطی ها سر نبطی ها بیچاره ظلم میکنن، اینا رو خداوند خواست که از زیر ظلم بکشه که اینا رو بنی اسرائیل هم بگن. نیاز باید که یک شخصی می بود که اینا رو بکشه و پیغمبر آخر زمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم شما ببینید که چنان بی‌عدالتی، فساد اخلاقی، غیر اجتماعی شدن مردم بسیار در قوم عرب رایج پیدا کرده. خداوند یک بی سواد، یک کسی که هیچ علم قبل از نمیشناسه، برای اصلاح از این قوم و پیغمبری مبعوث میکنه که اصلاح شود، عقیده خود درست بفهمه. نیاز بود که اینجا خداوند بفرسته، اما به بار آخر، به بار آخر میخواد یک پیغمبر بفرسته و برای اولین کلمه که برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه چون ناخون نمیخوام، چیزی قبل از اون نداشت. اولین کلمه که برش یاد میده نمیگه که تو مرا بشناس، نمیگه که تو پیغمبر هستی، این کلمه رو نمیگه، میگه این قرآن بخون، علم بخون، تعلیم بکن. این قدر کلمه علم، این قدر کلمه تحصیل و تعلیم مهم است که خداوند اولین جمله را که به پیغمبر خود میفرسته این قرآن بخون، مطالعه کن. بسم ربک الذی خلق، به نام او پروردگارت که آفریده است. ببینید شما اهمیت علم نشان میده، اینکه خداوند به خاطر نیاز بشریت پیغمبری که میفرسته برایش مهم نیست که تحصیل کرده باشه یا نباشه. ما داریم دوی جامعه داریم بیسواد های داریم که با اخلاق با ادب، اما بیسواد های با سواد های هم داریم که چنان بی ادب هستن، چنان بی ادب هستن که هیچ نمیشود که تصورش کنی که این جامعه انسانی قرار شده. اینجا نیاز بود که خداوند شخصی رو بفرسته به نام محمد صلی الله علیه و آله و اون دعوت بکنه مردم از شرک و بت پرستی و فساد اخلاقی، فساد اجتماعی از اینا دور بکنه. اون
سوالی کنجا منداختم که چرا دیگه پیغمبر نمی آید؟ نماینده های پیغمبر، وارثین پیغمبر در بین ما و شما هست. پیغمبر میگه علما وارثین پیغمبران هستند. اخلاق ادب میتونی از اونا یاد بگی که دیگه گمراه نشی. ما قبل از یک درس خوانده بودیم مختار بودن انسان ها. چرا انسان ها مختار هستند؟ دلش که رای شراب خانه رو بگیره، دلش که رای دزدی رو بگیره، دلش که رای مسجد رو بگیره، رای خدا رو بگیره، رای تعلیم رو بگیره، رای مکتب رو بگیره، رای تحصیل پندو رو بگیره. امید که از این درس استفاده خوب کرده باشه. شاگردان عزیز، شما درس ها رو خوب تعقیب بکنی، خوب بخونی، خوب آمادگی بگیری تا بتوانید که یک امتحان خوب سپری بکنی. و انشاءالله دعا میکنیم خداوندی مرضی که به نام کرونا یا کووید 19 است این از سر انسانیت و بشریت دور بکنه. کرونا رو جدی بگیری، در خانه بمانید تا سالم بمانید. سبحانک اللهم و استغفرک و اتوب الیک.